با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورها و سازمانهای های بین المللی با تاکید بر حفظ امنیت جان شهروندان خواستار خیشتنداری طالبان هستند موضوع به موضوع به رسمیت شناختن این گروه نیز از دیگر مباحث مهم مطرح شده در سطح بین المللی است افشار سیگار چی گزارش می دهد. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا پیرامون تحولات افغانستان می گوید اتحادیه اروپا موظف به پذیرش پناهجویان افغان است و این پناهجویان باید میان کشورهای عضو اتحادیه تقسیم شوند رئیس پارلمان اروپا بر تامین امنیت کسانی که با کشورهای اروپایی همکاری کردند و همکنون ممکن است با انتقام گیری طالبان مواجه شوند تاکید کرد روز گذشته نیز وزیران خارجه اتحادیه اروپا یک نشست مجازی برای بررسی تحولات افغانستان برگزار کردند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیرامون این نشست و خروجی آن گفت اتحادیه اروپا برنامه برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد اما باید با طالبان گفتگو کرد جوزف بورل در ادامه افزود برای حمایت از مردم افغانستان حتی اگر طالبان را به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت نشناسیم باید با آنها تعامل کنیم وی همچنین تاکید کرد تا زمانی که وضعیت افغانستان مشخص نشود کمک های مالی توسعه در افغانستان متوقف خواهد ماند قرار است سران گروه هفت هفته آینده در نشستی مجازی وضعیت افغانستان را بررسی کنند چین که پیشتر در موزگیری های خود به صورت تلویحی طالبان را به رسمیت شناخته بود در تازه ترین موزگیری خود می گوید برای به رسمیت شناختن طالبان صبر می سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در این ارتباط گفت برای به رسمیت شناختن گروه طالبان تا استقرار دولتی فراگیر در این کشور منتظر خواهد ماند چندین کشور دیگر نیز موضع رسمی خود را در قبال طالبان و تحولات افغانستان مشروط به تحولات آینده در این کشور و عملکرد طالبان عنوان کردند با تصرف افغانستان توسط گروه طالبان تأمین امنیت شهروندان و تسهیل خروج اطباع خارجی و افغانهایی که خواهان خروج از این کشور هستند از مهمترین درخواست های کشورها و سازمان های است. در همین زمینه برخی کشورها در تلاش هستند با اولویت افغان هایی که در ته سال های گذشته با این کشورها همکاری کرده اند آنها را از افغانستان خارج کنند. از جمله این کشورها می توان به آمریکا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا اشاره کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده روز سهشنبه هفته آینده برای اعلام نگرانی جدی خود بابت وضعیت حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان جلسه ویژه تشکیل داد این جلسه به درخواست نمایندگان از افغانستان و پاکستان در ژنو تشکیل خواهد شد و تاکنون 89 کشور از تشکیل این جلسه حمایت کردند.